شبات شلوم خیلی خوش اومدین. شبات پاراشای بهالوتخا هست. معنی کلمه بهالوتخا به معنی بالا آوردن هست، الیویت کردن هست. سکشن تورایی هست که بسیار بسیار پر از راز و پر از انرژی است. در آغاز پاراشا جایی هست که خدا به موشه میگه که به اهرون بگو منورایی رو که درست شده بود رو روشن کنه، و بعد چند تا نکته از این گلستان، چند تا گلش رو انتخاب کردم که باهاتون شیر کنم. جای دیگری میدونیم سکشنی هست که دو تا نون وارونه وجود داره که بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم. باز هم وقتی که بهش برسیم موقع خوندن تورا اشاره میکنم. و جمله معروف ال نا رفانالا، جمله‌ای که موشه ربنو برای خواهرش میریام گفت که سلامتی واسش بیاره، توی این پاراشا هست. اینه که این پاراشا به یک عبارتی هم ما رو الیویت میکنه، مسیر رو روشن میکنه و بعد سلامتی میاره برای هممون. آری آقادوش برای ما توضیح میده که اون نیرویی که در وجود ما هست که به ما راهنمایی درست میکنه، مسیرمون رو درست میکنه، عشق رو واسمون به وجود میاره، شک و تردید رو ازمون برمیداره، امونا درش هست، انرژی هست که از درونمون میاد. بهش میگن اینر انرژی که همون سول ما هست، همون اسپکت نور خدا هست. و بعد انرژی آوتساید وجود داره، اکستریور انرژی وجود داره که با خودش گرفتاری های دنیای فیزیکلی رو میاره، مثل شک، تردید، ترس، نگرانی، ندونستن. و بعد آری توضیح برای ما میده که وقتی که اهرون منورا رو روشن کرد، لحظه ای که منورا رو روشن میکنه، یک منورایی هم از دنیای روحانیت روشن میشه و چیزی که توی دنیا منیفست میشه، رویت پیدا میکنه، همون انرژی درونی هست که به ما کمک میکنه که راهمون رو مشخص بکنیم، جادمون رو بهتر ببینیم، تصویر واقعی زندگی رو ببینیم و تحت تأثیر انرژی های گمراه کننده دنیای فیزیکلی قرار نگیریم. داستان عجیبی هست در میدراش راجع به کانسپت منورا. میدونید که وقتی که خدا به موشه یاد داد که چطور میشکان رو درست بکنه، تبرنکا رو درست بکنه، جایی که لوحه ها رو بذارن چطور باشه، تمام کانسترکشن سیستم هولینسی رو که خدا به موشه گفت، موشه میدونیم با کمک بتسلل میاد همه رو خیلی راحت آسون سوار کنه. یعنی وقتی که خدا بهش میگه میشکان رو به این شکل درست بکن، دیواراش به این شکل باشه، پرده‌هاش به این شکل باشه، اصولا هر چیزی رو که خدا به موشه گفت به راحتی موشه به کمک بتسلل پیاده کرد. It was no problem. راحت برای موشه، درکش راحت بود و راحت اینا رو به وجود آورد. ولی در میدراش برای ما توضیح داده میشه که وقتی که خدا میخواست به موشه یاد بده که چجوری منورا رو بسازه، به خاطر که همونطوری که میدونید در تورا منورایی که ساخته شد توسط موشه و بتسلل، این شکل و فیزیکال بادی منورا عجیب بود، به خاطر اینکه یک پارچه بود. شما این روزا وقتی که یک منورایی رو میبینید که درست کردن، معمولاً میان بیسش رو درست میکنن، ساقش رو درست میکنن، شاخه هاش رو جدا درست میکنن، جایی که اویل میشینه رو جدا درست میکنن، بعد سوارش میکنن. شما فرضاً یک ماشینی رو میخواین درست بکنید، یک خونه ای رو میخواین درست بکنید، ترکیب میشه از اجزای مختلف، دیوار جدا هست، بیس جدا هست، تیکه های مختلفه که put together میشه که یک جسمی به وجود بیاد. منورا فرق میکرده.
منورا همش از یک تیکه بوده. یک تیکه بوده و کاملا تمام متریالی که ازش استفاده شده بوده طلا بوده. وقتی که خدا به موشه بالای کوه سینا یاد میده که به این شکل، به این، با این کانسپت، شاید بهتره بگیم با این کانسپت، با این کابانا، با این کانشس منورا رو درست بکن، موشه وقتی که بالای کوه سینا هست یاد میگیره و وقتی که پایین میاد somehow یادش میده که چجوری این منورا ساخته میشد. دیدید شما یه چیز رو بهتون یاد میدن همون موقع درکش میکنید، بعد که میخواید خودتون انجام بدید میگید چجوری بودیم، چه کار میکردیم، چجوری ساخته میشد. به نظر میاد که موشه فراموش میکنه که چطور باید منورا رو ساخت. دوباره با خدا کانسالت میکنه، دوباره خدا بهش میگه منورا رو اینجوری بساز. موشه یاد میگیره تا میخواد دوباره بیاد طلایی رو که در دستش بوده و باید مینداخته توی اون مخزن آتش که شکل بده به این طلا، دوباره یادش میگیره که چطور باید منورا رو ساخت. تعجب میکنه خودش، یک مقدار ناراحت میشه، دوباره برمیگرده پیش خدا. در میدراش توضیح داده میشه که موشه پنج بار از خدا راهنمایی گرفت که منورا رو بسازه. دفعه آخر، دفعه پنجم، خود خدا در میدراش توضیح داده میشه که به موشه میگه ببین عزیز من، باید به این شکل درستش کنی. و بعد وقتی که موشه میاد دوباره از طلا استفاده بکنه، از one piece of gold استفاده کنه، مدیتیت کنه، کانشسنس رو بذاره توش، به آتش بگه که چطور این منورا رو بساز، باز یادش میاد. خدا بهش میگه برو پیش بتسلل، من به بتسلل یاد میدم که چطور بسازه. و بعد بتسلل میاد راحت منورا رو میسازه. داستان بسیار عجیبه. چطور ممکنه که یک شخصی، یک پیغمبری، یک وجود هولی مثل موشه ربنو یادش بره که چطور منورا رو بسازه؟ یادش بره و بعد بتسلل، پسر بچه بسیار بسیار عاقلی، اون یادش بره. در تلمود داستان دیگری هست almost with the same concept. میدونیم که حروف الفبا، الفبتی که ما در این رو داریم، فقط یک حروف الفبای معمولی نیست. یاد میگیریم در کبلان که حروف الفبا دی ان ای کرییشن دنیا هست. یعنی خدا توسط حروف الفبا بود که تمام کرییشن رو به وجود بود. مثل درست این چهار تا امینو اسیدی که بهش میگیم DNA human being، که چهار تا امینو اسید وجود داره ATCG، میدونیم که 22 تا هم DNA force وجود داره که تمام خلقت رو درست کرده، که همون حروف الف باست. و موشه کاملا این رو بیشتر از هر کس دیگری یاد میگیره که راز و قدرت و انرژی که پشت حروف الف باست چی هست. و وقتی که خدا بهش دستور میده که چطور تورا رو بنویسه توسط این حروف الفبا، به راحتی می‌نویسه، چون کاملا درکی که موشه ربنو از حروف الفبا داره هیچ کس نداره. و بعد می‌بینه که خدا داره یاد میده به دیگر صدیقیم که حروف ها رو کراون بذارن. اگه دقت کرده باشید حروف الفبا یه کراون داره باداش، خطایی داره، کج میشه، که وجود این کراونز ها، وجود این اضافه هایی که به لغت ها اضافه شده، دیتیل دیگری رو میگه راجع به حروف الف با. و بعد موشه میگه که از خدا میپرسه که این اضافه های حروف ها دیگه چیه؟ چه احتیاجی به کراون ها هست؟
amazing story توی تلمود هست که چطور موشه میاد همچین سوالی رو میکنه از خدا که من این 22 حرف عبری رو میفهمم no problem ولی این اضافه هایی که سر حروف ها هست این کراون ها، این ادیشن ها اونا چیه؟ چه احتیاجی هست به اونا؟ و بعد خدا به موشه ربنو میگه که یک سوالی خواهد آمد یک نشامایی میاد، یک شخصیتی میاد سالها بعد به اسم ربی اکیبا که اون کاملا سیکرت تمام کراون ها رو یاد میگیره و به همه یاد میده موشه باز میگه How could it be? What is the secret of these crowns? این ادیشن ها برای چیه؟ من میخوام این سوال رو ببینم خدا به موشه میگه نگاه کن و موشه نگاه میکنه از دور و سوال ربی اکیبا رو میبینه سوال ربی اکیبا رو میبینه که در یک میدراشی نشسته و داره به استودنتاش یکیش هم ربی شیمون بری خواهر هست سیکرت اکستنشن های حروف الفبا رو میده در تلمود ادامه میده که وقتی که موشه دقت میکنه somehow he's not clear what's going on و بعد میبینه که ربی اکیوا منشن میکنه که این سیکرت ها رو از موشه ربنو یاد گرفت و این پایان داستان هست در تلمود دو تا داستان عجیب جالب اینه که هر وقت ما داستانی رو یاد میگیریم در تلمود، در میدراش، در زهر به نظر میاد که باید یک درسی رو ازش یاد بگیره یک احتمالاً درس اخلاقی داره یک کمکی میکنه که ما یک چیزی رو بفهمیم ولی کانسپتی که وجود داره در راجع به منورا و این حروف الفبا اون چیزی رو که به عنوان درس هست درش نیست بلکه سیکرتی هست رازی هست پشت این چیزی که موشه ربنو درکش نمی‌کرد یک مثال یک اگزمپل وجود داره در میدراش راجع به این ایشویی که موشه ربنو با منورا داره میگه که دو تا دوست بودن در یک قصری یکیشون نابیناه یکیشون کوره یکیش چشماش میبینه و این دوتا دوست میخوان از این قصر بیان بیرون اون دوستی که نمیبینه نابینا هست شروع میکنه دیوارا رو تاچ کردن درا رو تاچ کردن یک دری رو پیدا میکنه به دوست بیناش میگه درو که از خارج میشیم از قصر رو من پیدا کردم تا میخواد درو باز بکنه اون دوستش که بینا هست میگه نه 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 این در خروجی نیست دری هست به سالان دیگه نابینای ادامه میده در دیگری رو پیدا میکنه میگه این دره هست میگه نه این درم نیست بالاخره چند تا در اون آدم نابینا تاچ میکنه تا بالاخره یک در کوچکی رو پیدا میکنه پیش خودش میگه به دوستش میگه من فکر نمیکنم این در کوچک در خروجی باشه و مرد بینا میگه که نه عزیز من همین در کوچک این در خروجی مقوبالین برای ما توضیح میدن که دو جور میشه دنیا رو تجربه کرد یک طریقش از طریق همین شخص بینا هست که موشه ربنو هست اون خخمایی که موشه ربنو اون بیگ پیکچری که موشه ربنو اون اورنسی که موشه ربنو داشت موشه هیچ وقت دعوت نداشت هیچ وقت نترس همه چیز واسه روشن بود تا آخر خط هم میدید این یک جور کانشسنس هست یک جور روشنایی هست راه دیگری هست که راه ربی اکیباست اون دوست نابینا
که باید همه چیز رو تجربه کنه، باید راه‌های دیگر رو انتخاب کنه. و بعد آریا قابش برای ما توضیح میده که مشه، دلیل این که مشه منورا رو درک نمی‌کرد به خاطر که مشه بالاتر از رو نوری بود که منورا به وجود بود. منورا برای ربی عکیباست، منورا برای من و شماست. مقبولین برای ما توضیح میدن روزهایی که همه چیز خوبه، no problem, you don't have any challenges, everything goes well. سوار ماشین میشین، میخواین برین سر کارتون، no traffic, no accident, you get to work, no problem. همه چیز هم سر کار خوبه، میرین دوست، فامیل، no problem. همه چیز عالیه. این روز مشربنو هست. روزی هست که مشربنو برای ما نورش رو روشن کرده و شما در مسیر نور مشربنو حرکت کردید. زخوت مشربنو جاده ای هست که مشربنو روشن کرده. دیتیل نداره، جاده های فرعی نداره. It's one big freeway that it's light up and it's easy and it's clear and it's no struggle, no challenge, no man. این روزای مشرب به نو هست، روزایی که هیچ مسئله نداری، روزایی که سیمخواه هست، روزایی که احتیاج نداره شما کاری کنید و همه چیز براتون میاد سر راهتون. این روز مشرب به نو هست. ولی این روزی نیست که من و شما کارمون رو کردیم. من و شما وقتی که از این جاده‌ای که مشه ربین رو روشن کرده خارج میشیم، میریم جاده‌های فرعی که دیگه نوری درش نیست، جاده‌هایی هست که نمیبینیم، باید تجربه کنیم و باید خودمون این جاده‌ها رو روشن کنیم. خودمون باید این مسیر رو روشن کنیم که برگردیم توی جاده اصلی که مشه ربین رو واسمون روشن کرد. مقبالین عقیده دارن که کار من و شما این نیست که در جاده روشن مشه ربین رو حرکت کنیم. That's no big deal. روزی که همه چیز خوبه، everything is okay, there's no problem, no obstacle, no challenges, هیچ گرفتاری نیست، من و شما کار نکردیم. We're benefiting from the light of مشه ربین رو. تیکون ما روشن کردن این مسیرهای کوچک، این جاده هایی که هنوز چراغ کشیده نشده، چراغش رو باید من و شما بکشیم. وقتی که منورا رو اهرام روشن میکنه، یعنی همون چیزی که امروز ما اگزمپل سادهش جی پی اس، شما وقتی که از جی پی اس استفاده میکنید، فرضاً از اینجا میخواید تشریف ببرید دانتان، یک راهش هست که از 101 میرید all the way میرسید به دانتان، no problem. مسیر دیگر وجود داره که از این خیابونهای فرعی برید تا برسید به دانتان. چرا من و شما میافتیم توی این مسیرهای کوچک، خیابونهای تنگ و تاریک؟ به خاطری که قرار من این مسیرها رو روشن کنم. وظیفه من روشن کردن مسیرهایی هست که نور هنوز روشنش نکرده. من و شما قرار نور روشن کنیم که تمام این نقشه رو روشن کنیم. نقشه ای که یک آغاز داره و یک پایان داره، فریویاش، جاده های اصلیش برای ما روشن شده است که به همون اسیستن بده، کمکمون بده. ولی وقتی که میافتیم توی سیچویشن هایی که تاریکه، نمیدونیم، نمیفهمیمش، درکش نمی کنیم، نمیدونیم از کجا اومد، فردا رو نمیشناسیم. اگر دقت کرده باشید، من و شما همیشه در کوچه های تاریکیم بیشتر وقتا. Who knows what tomorrow is going to bring? Who knows what's going to be my tomorrow? My challenges? Who are these people in my life? Where am I going? And that's the place that we need to light the lights. روشن بکنیم جاده ها رو، مسیرها رو روشن کنیم. منورا
یک هدیه است، یک اورنس، یک لایت بسیار بسیار پاورفولی هست که به ما کمک میکنه که مسیرمون رو مشخص کنیم، روشن کنیم. یک مثل یک باتری میمونه، یه باتری که من میتونم جی پی اس هم رو باهاش روشن کنم، تلفنم رو باهاش روشن بکنم که مسیرم رو بدونم، مسئولیتم رو بدونم. ولی من هستم که باید این چراغ رو روشن کنم، من هستم که باید این جاده رو روشن کنم. توی این پاراشا سکشنی هست، جمله‌ای هست که وقتی که میخواستن، میدونید که تبلت های ده فرمان و این لوحه ها در یک جعبه ای هست، وقتی که این جعبه رو حرکت میدادند، جمله معروفی رو میخونیم که اول و آخرش دو تا حرف نون وارونه هست. دو تا حرف نون وارونه هست. نون از حرف نفیلا میاد به معنی افتادن، یعنی وقتی که من و شما میافتیم در این جاده های تاریک که نمیشناسیم. نون اول انرژی کانشسنسی هست که باعث میشه که من و شما بیفتیم در جاده های تاریک و گمدان، ندونیم چه خبره، جاده هایی که احتیاج داره روشن شه توسط ما. جاده اصلی رو مشرقه رو روشن کرده، ولی من و شما کارمون اینه که بریم توی این جاده ها و روشنشون کنیم، بیدارشون کنیم. نون آخر این جمله به ما کمک میکنه، واکسنیشن اینه که بتونیم این نور رو روشن کنیم. قدرتش رو داریم. موهبتی که این پاراشا داره، قدرتی که این پاراشا داره، اینی که یکی که ما کمک بکنه که مسیر زندگیمون رو روشن کنیم. مسیر زندگی هایی که درش چلنج هست، درش سختی هست. نه اینکه فقط حلش کنیم، نه اینکه فقط اوورکامش کنیم، بلکه بدونیم اون جاده ها رو ما روشن می‌کنیم. و هر کدوم از ما مسئول یک راهی هستیم که روشن، یک مسیری رو هستیم که روشن می‌کنیم. و اون جاده‌ای که شما میتونید روشن کنید، هیچ کس دیگری نمیتونه روشنش کنه. درست مثل لحظه‌ای که منورا روشن می‌شده، در زهر رویشیمون بریوخای میگه نور خخما، نور خخما روشن شده. خخما یعنی عقل، یعنی خرد. عقل یعنی چی؟ یعنی من 100% ایمان دارم، 100% امونا دارم، قدرت رو در خودم میبینم، خودم رو کم نمیبینم، خودم رو انقدر خوب میبینم، انقدر میتونم پتانسیل زندگیم رو مکسیمایز کنم که بتونم تمام مسیرهای زندگی رو نه تنها برای خودم روشن کنم، بلکه برای تمام دنیا روشن. و وقتی که مریم و اهرون شک پیدا کرد و نگتیو صحبت کردن راجع به موشه ربینو، موشه ربینو اومد جاده ای رو برای ما روشن کرد. یعنی در حقیقت مریم و اهرون باعث شدن که موشه ربینو جاده ای رو برای ما روشن کنه که اسم این جاده هست الا رفان الله، جاده ای که برای ما نور سلامتی و روشنایی رو میده. به سکوت این شبهات، به سکوت مردخای بن ابراهام شده که هممون تمام جاده هایی که به نظر تاریک میاد روشن.